ارادت مجدد خدمت شما بینندگان ارجمند، مشغول تعریف واژه محکمات در مقابل متشابهات از قرآن شریف هستیم و از اون نظر که ما معتقد هستیم که بنا به حکم قرآن باید همه اقوال شنیده بشه و بهترینش انتخاب بشه، چون ما مقید به اون قانون قرآن هستیم، مطالب بیننده ها برای کسانی که ما رو روی فیسبوک نمیبینن، روی جادو، جی الویز، تی وی باکس، روکو، لایو استریم، یوتیوب، اینها ما رو میبینن، این نوشته ها رو برای اونها هم میخوانیم که شرط امانت رعایت شده باشه. و در مطالبی که دریافت کردیم، مطلبی بود از آقای احمد رفیع‌زاده که با عنوان دروغگو و شیاد و نظیر اینها گفته بودند و بعد هم گفته بودند که در این قرآن ضربه زدن به زن گفته شده و شما مالکشی کردی، از این صحبت رو خواندم یه مرتبه. در پاسخ ایشان گفتم که واژه ضرب در قرآن 53 بار آمده و 34 معنای مختلف داره و 33 معنای اون غیر از ضربه زدنه و در یک جا فقط به عنوان ضربه به کار رفته. و گفتم که این رو هم من اختراع نکردم، این رو یک مؤسسه جهانی که در واقع مستدلترین و جامعترین دایره المعارف جهان رو در ارتباط با زبان انگلیسی و عربی منتشر میکنه به نام لین ویلیامز لکسیکان. در اونجا شما مراجعه بکنید و این عرایزی که کردم در اونجا ببینید. بعد مطلب دیگری دریافت کردیم از همین جناب رفیع‌زاده که همه بیننده های ما رو ناآگاه و نادان و ابله و خام و بی‌سواد از این صحبت ها و خود من رو هم ویروس و اینها خطاب کرده بودن. این رو فقط از نظر گزارش عرض میکنم. بعد سخن جناب اخلاص هست که به شعری اشاره کردن که بر مرد دلان پن مد خیش میازار، زیرا که ابو جهل مسلمان شدنی نیست. و بعد جناب سلطانه سلام میکنن و بعد مهندس سلطانی طوری که از سوالات دیده می شود، همان طوری که دین ما سنتی و تقلیدی است، بی ایمانی و کفر ما هم تقلیدی و سنتی است، زیرا یک تعداد زیادی بدون اینکه یک بار قرآن رو خوانده باشند و آشنایی کمی داشته باشند، قرآن رو به شیوه تقلید از دیگران کورکورانه تخریب و انتقاد می کنند. حتی این انتقاد از قرآن می گذرد و به خدا ختم می شود، بدون اینکه از قرآن یک کلمه و از خدا یک حرف معرفت داشته باشند. پس در این صورت حوصله حضرت فیل به کار است تا همچون اشخاص در ذهنیت خود بدون آنکه تصمیم و اراده تعلیم را داشته باشند تغییر بیاورد. امیدوارم این همه کوشش ها و تلاش ها با این همه حوصله مندی کارگر واقع شود. بعد جناب جهانگیر درود بر شما احمد رسول عزیز. و بعد جناب حبیب دانشور می نویسند که جناب آقای حمید خان آقاسی، خیلی ممنون از شما که فرصتی شد که پروگرام های شما رو در تلویزیون خواندید. واقعا
متن آموزنده را ارائه دادید. از جمله قانون طبیعت، فیزیک، ریاضی و همه محبات. و خیلی مشکل هست برای من که این لغات حروف انگلیسی با متن فارسی هم خیلی زمان میگیره و به هر حال میگویند که خوب بوده، تعریف میکنند از برنامه و رضایتمندی خودشون رو اعلام میکنند. جناب راسخ توفیقی لابد ضرب المثل هم یعنی کتک زدن پدر و اندرز. جناب محبوب سجادی می نویسند دریای فروزان به دهن زدن اینها کثیف نمیشه. حامد دهخانپور ضرب سکه هم معنی کتک زدن سکه است. جناب یوشوف صدیقی می نویسند استاد گرانقدر را سلام و درود، ما از توضیحات عالمانه شما استفاده اعظمی می نماییم. کسی که استفاده درست نمی تواند مربوط به برداشت و تعقل خود اوست. جناب برکی می نویسند احمد خان از درگاه خداوند قوت بخواد تا بتوانی یا با آن قدرت مادر، خواهر، خانم و تمام زنهای همسایه را اینها رو زده و جانشان را بگیر زیرا عاشق زدن هستی. جناب مریم پهلوان میگویند که آقای دکتر این آدم ها رو جدی نگیرید، حیف وقت گرانبهای بینندگان. این اعتراض اولیست که دریافت میکنیم که نسبت به وقت خودشون اظهار طلب میکنند که ما این وقت رو برای چی مصرف میکنیم. جناب آریافر، دکتر علی آریافر میگوید که جناب واقعی زاده یا رافعی زاده ببخشید، اگر به ترجمه آیات دیگر قرآن توجه نمایید میبینید که لغت ریشه ضربه در آیه های دیگر به فاصله فیزیکی و یا معانی دیگری ترجمه شده است، ولی مترجمان قرآن این لغت را به نیت ناپاکشان به کتک زدن ترجمه کردند. من هم خودم این را نمیدانستم تا استعمال این کلمه را در آیات دیگری در این مدرسه قرآنی یاد گرفتم. جناب جواد رحمانی شیر کردند برنامه رو، شما هم چنین کنید. جناب ام جان ببری می نویسند که الله با 99% جمعیت دنیا که غیر عرب و بی سواد به زبان عربی است با اونها صحبت می کنه و اونها رو تهدید به جهنم می کند. شما هم مترجم رسمی الله شده اید. اصلا خدا نباید با کتاب با کسی ارتباط حاصل کند. میلیون ها خورشید ستاره ساخته، صد تا قرآن به زبان بنده هایش برایش میسر نبود. بی سواد باید برود پای منبر بداند الله چه گفته است. شما خودتان حالتان خوب است، عرب چرا باید به زبان مادری کتاب داشته باشد؟ این چه بی عدالتی است. جنابانی نمیدونم که خودتون دینی دارید یا دینی ندارید، به توحید معتقدید یا نیستید، حالا باشید یا نباشید، شما به هر مکتبی که اعتقاد دارید که به درد شما میخوره، مثلا به مکتب مارکسیسم شما عقیده دارید، کتاب مارکس به زبان شما نوشته شده، ظاهرا ببری باید فارسی زبان باشه دیگه. شما
که انقدر فارسی خوب می نویسید نسبت به مارکس نظرتون چیه؟ می بایستی که برای شما فارسی می نوشت یا نه؟ آیا مکتب مارکس مربوط به فقط آلمان ها میشه؟ فقط مربوط به روس ها میشه؟ مربوط به شما نمیشه؟ چرا به زبان شما ننوشته؟ و بعد اینطور که گفته میشه به ابراهیم به زبان خودش وحی شده، یعنی به زبان آرامیک وحی شده، شما زبان آرامیک میدانید؟ به موسی به چه زبانی؟ حالا گفته میشه که به موسی هم به زبان آرامیک وحی شده یا به زبان عبری وحی شده یا به زبان آکادی وحی شده، به هر حال فارسی وحی نشده. شما ایرادی به اون هم دارید یا ندارید؟ حضرت مسیح چی؟ به او به چگونه ای وحی شده؟ به زبان عربی بوده، فارسی بوده، ترکی بوده، آرامی بوده، چی بوده؟ و این سوال شما رو من به صورت یک سوال عمومی مطرح میکنم که آیا اساساً وحی به فرد وارد میشه یا نمیشه، یا اگر میشه به زبان معین و مشخصی باید باشه، یا وحی به زبان گیرنده او گفته میشه و بعد از طریق اون گیرنده اون بیان یا اون وحی یا اون اطلاع یا مفهوم جهانی میشه؟ مگر امروز دین مسیح که جهانی است، کتابش به زبان جهانی است، و چطور شما به اون دین ایراد نمیگیرید؟ چطور شما به روح القدسی که حضرت مسیح باشه به باورمندان کلیسایی، چرا شما به اون ایراد نمیگیرید؟ آیا دین مسیح برای منطقه ناصریه ساخته شده؟ یعنی همون ده کوچکی که امروز از اون به نام بیت اللحم نام میبرند، برای اونجا ساخته شده؟ به زبان اهل ناصریه ساخته شده؟ یا دینی است که جهانی است؟ چرا به زبان جهانی سخن گفته نشده؟ اصلا خدا چرا زبان جهان رو یک زبانی نکرده؟ همه اینها تقصیر قرآن است. و مطالب دیگری که مرقوم فرمودید و بالاخره به این نتیجه رسیدید که چرا عرب باید کتاب داشته باشد به زبان خودش، ما نباید داشته باشیم، بی‌عدالتی است. چرا مسیحیت باید به زبان آرامی داشته باشد، به زبان عبری داشته باشد کتاب، ما نداشته باشیم؟ چرا ابراهیم باید به زبان آرامیک داشته باشد؟ چرا به هر زبانی که موسی یا عیسی داشتند که زبان فارسی نبوده؟ آیا در اون موارد هم بی‌عدالتی شده قربان، یا فقط در مورد عرب‌ها بی‌عدالتی شده؟ جناب عارف بصیر برنامه رو پیوستند. جناب کریم عزاری می نویسند: خسته نباشید، یک سوال داشتم. در این رمضان ترجمه خانی قرآن از اول شروع کردم، البته به فارسی. کدام ترجمه را باقی می دانید که من می توانم استفاده کنم؟ الان من از ترجمه دکتر قمشه‌ای استفاده می کنم. آیا استاد ترجمه‌ای که نزدیک به دیدگاه شما باشد ممکن است که معرفی کنید؟ ممنون می شوم. جناب آذری، من فکر می کنم که هر ترجمه‌ای که شما می گیرید لازم نیست که شما عربی بدانید، اما فارسی لغات رو با عربی که بالاش هست زحمت بکشید، ثواب دنیا و آخرت ببرید، اینها رو با هم مقایسه بکنید. مثلا در قرآن می نویسه که نکاح با زن شوهردار غیر از زنی که در اسارت باشه و خودش رو مطلقه کرده باشه، نکاح با
زنان شوهردار آزاد که باید از طریق دادگاه طلاق بگیرن ممنوع هست، با زنی که در اسارته چون دسترسی به بیرون نداره میتونه خودش رو مطلقه اعلام بکنه و ازدواج با نکاح با ملکت ایمانکم که جدا شده باشه مجاز. همین واژه ملکت ایمان ما ملکت ایمانکم رو همین آقای قمشه‌ای ترجمه کردند به اینکه زنانی که در جنگ با کفار ملحد به اسارت شما در میآیند قابل تصرف هستند. ملاحظه میکنید تمام اینها رو نوشته در ترجمه قمشه‌ای در معنی ما ملکت ایمانکم و اینها وجود نداره، هیچ کدام از این لغت ها در متن بالای قرآن نیست. من پیشنهاد میکنم که تا وقتی که قرآن با ترجمه خوب و سالم و منطبق با اصل بیرون بیاد که ما این کار رو شروع کردیم، دو سه ماه دیگری هم معطلی داره تا ویراستکاری هاش تمام بشه، ولی اگر ترجمه ای بود که قابل استفاده بود، من با این شرایط بد جسمی و مالی که دارم و وقت کمی که دارم احتیاج اقدام به ترجمه جدید نمی کردم. ترجمه ها رو باید با متن قرآن تطبیق بدید. جناب مشفقی می نویسند با درود زیاد در مورد خاتمیت حضرت محمد، قرآن کریم می فرماید که برای هر امتی اجلی است در مورد دیانت، اون هم سررسیدی دارد که صدق می کند، دیانت اسلام صدق می کند. در دنیای یهود حضرت موسی می فرماید که دیانت من ابدی است، ولی وعده به ظهور حضرت مسیح علیه السلام می دهند. بعد حضرت مسیح ظاهر می شود و عرض کنم که و می فرماید که من تنها راه رسیدن به خدا هستم، ولی وعده به ظهور حضرت محمد به نام احمد می دهد. حضرت محمد ظهور می فرمایند و می فرمایند برای هر امتی اجلی است. حضرت محمد نمی فرمایند، البته خدا می فرماید. این اشکال رو من در بقیه دوستان هم می بینم که این نحوه کاربرد رو به کار می برند و به این اشتباه مرتکب می شوند که محمد چنین می گوید، محمد هیچ نمی گوید، خدا می گوید. به عقیده مسلمین عرض می کنم، خیلی هم معتقدن که همه اینها دروغه، ولی به عقیده مسلمین قرآنی محمد چیزی نمی گوید، خدا می گوید. آره به هر حال حضرت محمد به نام احمد در انجیل وعده می شود. حضرت محمد ظهور می فرمایند و می فرمایند برای هر امتی اجلی است و به ظهور حضرت قائم مهدی موعود و نزول عیسی وعده دادند. من ندیدم چنین وعده ای به حضرت قائم در قرآن داده باشند. معین بفرمایید که حضرت محمد در کجای قرآن به ظهور حضرت قائم و یا نزول عیسی وعده دادند. حال سوال اینجاست، اکنون که علم و دانش روزانه در حال شکوفایی است و سطح فکر بشر به 1400 سال پیش رشد تکاملی پیدا کرده، آیا باز هم باید همان احکام 1400 سال پیش را با اونها زندگی بکند؟ دین اسلام یکیست و تعدد ندارد، تمام مذاهب ساخته و پرداخته بشر است
حقیقت یکیست و تعداد ندارد. لطفاً حالا شما بفرمایید کدام یک از این مذاهب حقیقت می باشد؟ هیچ کدام. همه این مذاهب منافق و مشرک هستند. سنی و شیعه و 256 فرقه دیگر بقیده من، هیچ کدام اینها با قرآن تطبیق نمی کنند و همه اینها در محاربه با خدا هستند، چون در قرآن دستور می دهد که متفرق نشوید و فرقه نسازید و فرقه ساز محارب خداست و همه اینها فرقه ساز هستند. مذهب یعنی فرقه. اما در مورد این که قرآن احکامش مربوط به 1400 سال پیش هست، قرآن کتاب احکام نیست، قرآن کتاب قانون اساسیه. یعنی قرآن احکامی رو که تعریف میکند، اگر منظور از احکام قوانین اجتماعی است، قرآن کتاب قانون اجتماعی نیست که قوانین او مربوط به تاریخ معینی باشد. حکم رو همونطور که امروز معنی میکردیم، حکم عبارت است از رابطه جبری بین اجزاء خلقت. حکم در اصطلاح دیگری معنی قانون روابط اجتماعی میدهد، یا حکم منطق قانون است. ممکن است که حکم در روابط اجتماعی منطق قوانین اجتماعی باشد. قرآن قوانین اجتماعی نمی آفریند و خالق قوانین اجتماعی نیست. قرآن کتاب هدایت و آموزش و قرآن کتاب سازمان دهنده و بنا کننده قانون اساسی است که بر مبنای اون قانون اساسی که کتابت می‌نامد، قرآن در سوره جمعه، بر مبنای کتابت، بر مبنای تزکیه یا اخلاق و بر مبنای حکمت یا عقل تا روز قیامت در ظرف قانون اساسی قرآن که ارزش‌هایی رو معرفی می‌کند که انطباق با اون ارزش‌ها بشر رو به قانونی در جامعه سوق می‌دهد و یاری می‌دهد بشر رو به وضع قوانینی که با اجرا و تطبیق با اون قوانین بشر به عدالت اجتماعی برسد، بشر به اخلاق برسد، بشر به صلح برسد. اما خود قرآن از نقطه نظر منطق نمیتواند که شارح هیچ شرعی باشد و قانون سازی کند الا به قانون قهری طبیعت اشاره کند. ما وقتی سخن قانون میگوییم بایستی این دوتا را از هم باز کنیم که ما راجع به روابط اجتماعی افراد، یا به عبارت ساده تر برای اینکه فراموشمون نشه، ما وقتی راجع به قانون صحبت میکنیم راجع به حکم بین مسئولیت و حق صحبت میکنیم. خوب توجه میکنید سوال من رو؟ وقتی که ما راجع به حکم یا قانون صحبت میکنیم، ما راجع به تعیین چگونگی تبادل و تعامل بین حق و مسئولیت، امکان و نیاز در جامعه، ما راجع به این مقوله صحبت میکنیم. یا وقتی که راجع به حکم صحبت میکنیم، مقصود ما وجود قوانین و ضوابطی است که رابطه قهری و جبری اجزاء مادی خلقت رو معین میکنه. هر دوی اینها رو حکم و هر دوی اینها رو قانون مینامن. اگر که ما راجع به قانون جبری سخن میگوییم از بیان قرآن، در واقع قرآن وضع قانون نمی کند، تعریف قانون می کند. می گوید که مثلا رابطه خورشید و ماه نسبت به هم چنین است. این یک حکمه، این یک قانونه، اما قانون موضوعی نیست، قانونی نیست که وضع کرده باشیم من و تو. قانون مقدره، نه قانون موضوعی. وضع نشده، تقدیر شده. قوانین جبری و قوانین قهری تقدیر می شود، وضع نمی شود.
و این قواعد و قوانین تعریف است، به شما علم و معرفت می دهد که قانون روزگار چنین است، قانون رابطه ماه و زمین چنین است، رابطه کلور و سدیم در ترکیب و در تشکیل نمک طعام چنین است، رابطه کلور و هیدروژن در سطح این کائنات زمینی چنین است که تشکیل اسید کلوریدریک میده. اینها را همه قرآن قانون نام میگذاره. ولی آیا اینها قانون همون نوع قانونی است که میگوید که وشاور هم فی الامر، این قوانین رو هم میگه به شورا ببر؟ آیا این هم جز به همون امری است که میگوید به شورا ببر؟ یا این امور قهری و جبری به شما مأموریت قانون سازی نمیدهد، به شما تعریف میکند از اون چه که قانون تقدیر الهی است. مثلا در قرآن میگوید از شمس و القمر به حسبان، این یک حکمه، این یک قانونه، ولی قانونی نیست که به من و شما اختیار داده باشه که شما این حسبان رو، این کامپیوتیشن رو مرئی بدارید و انجام بدید. چنین چیزی در قرآن نیامده. برای شما تعریف میکنه که این کره با اون کره این رابطه رو دارن. در واقع به روابط علی و قهری در شناخت و معرفت به طبیعت برای شما بیان میکنه. یک سری از قوانین، یک سری دیگر از قوانین هست که اینها قوانینی است که به دست بشر باید گذاشته بشه، نه به دست خدا. اما چهارچوب این قانون رو، قانون اساسی رو، مثل قانون آمریکا، 250 سال پیش که این قانون رو با 20 اولش با 10 تا آیه و قانون با 10 تا قانون و بعد با 16 تا متمم به وجود آوردن، 26 ماده قانون داره. آمریکای 300 میلیون نفری رو با اون 26 قانون که 250 سال عمرشه، زمین و زمان این 250 ساله عوض شده ولی اون قوانین عوض نشده، با وجودی که در فهمش اشکال هم وجود داره. یعنی 9 نفر از بهترین قاضی های دنیا زمستان که میشه سقط جنین رو جنایت اعلام میکنن، همین 9 نفر سال دیگه هوا که سرد میشه میگن سقط جنین جنایت نیست، عنایته، هر کی میخواد سقط جنین کنه آزاده، حقوق بشره. 6 ماه دیگه میگن نخیر، حقوق بشر اینه که نکشید بچه هاتونو، بکشید نکشید. یک نفر تا به حال پیدا نشد این قانون اساسی رو ماده رو عوض بکنه. حالا اصلا قانون اساسی اینها ربطی به زاییدن یا نزاییدن و بچه کشتن و نکشتن نداره. رایت آف پرایوسی اصلا راجع به یه چیز دیگه صحبت میکنه. تعبیر این کارشناسا جست و گریخته صحبت میکنم. من سخنم این است که چرا این قانون اساسی رو عوض نمیکنم؟ برای اینکه قانون اساسی چهارچوب هاست، پیمانه هاست. قرآن یک قانون اساسی داره، دوتا هم نداره. کونو قوامون به قسط، دیگه تو قرآن قانون وجود نداره. قانون اجتماعی دارم عرض میکنم. باز بر میگردم، قوانین قهری رو تو ذهنتون داخل نکنید به قانون اجتماعی مورد نظر ما، چون شما هم با من حتما هم عقیده هستید که 1400 سال پیش قانون ماه و خورشید با امروز تفاوتی نمیکنه. اونا که لازم نیست عوض بشه، دین جدیدی بیاد که اون احکام قرآن رو عوض بکنه. نزدیک به قواعد طبیعی هرچی گفته که قدر و تقدیر در اونها حاکمیت داره، اونها رو رها کنیم. هرچه که من و شما بعد از این با هم صحبت میکنیم، سخن ما درباره قوانین اجتماعی است. قانون اجتماعی تعریفش این است که بین حق و مسئولیت، بین افراد، بین حق و مسئولیت، بین نیاز و امکان، بین تعامل و تبادل بین اینها در جامعه وضع قانون میکند.
فکر میکنم منظور من و شما از قانون و شریعت این باشه. قرآن دو مورد فقط مثال داره در این مورد که از این حد فراتر نرید. یعنی کسی که زنا میکنه نکشید او رو، در بدترین شرایط تا 100 ضرب شلاق بزنید. و یکی این که دزد وقتی دزدی میکنه امکانات او رو از او بگیرید، کوتاه کنید امکانات او رو تا توبه و اصلاح کنه و او رو رها کنید. همه امور دنیا با این دو قانون میگذره. قانون دیگری در قرآن نداره. در قرآن قانون اساسی داره و به بشر میگوید و شاورهم بالامر، در شورا بر مبنای بیعت، بر مبنای توکیل در شورا قانون بساز. از حق حاکمیت فردی مردم در توکیل بهره‌مند شو و اون شورا، اون پارلمان وضع قانون کند که اون قانون بر مردم حکم است. و در هر زمانی اون شورا میتواند که قانون رو تغییر بده. قرآن قانونسازی نمی کند، چون از نظر فلسفی و از نظر منطق وقتی قرآن میگوید من کتاب هدایت هستم، میگوید یا نمیگوید؟ میگم از خودم میگم یا از قرآن میگم؟ ذالک کتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، گفته قرآن یا نگفته؟ پس اگه قرآن کتاب هدایت است، نمیتواند قرآن همزمان هم کتاب هدایت باشد هم کتاب قانون باشد. اینها با هم نقیض داخلی دارند. اگر چنین اتفاقی در قرآن افتاده باشد، هم خدا باطل است، هم توحید باطل است، هم دین باطل است، هم قرآن باطل است. نه تنها این قرآن، همه کتب قبلی هم باطل است. یعنی خدا اقدام به ذکر نقیض بکند در متن. چرا؟ برای اینکه کار قانون اتخاذ اراده است. اراده شما را از شما میگیره. اصلا فلسفه قانون یعنی جلوگیری و محدود کردن اختیار، غیر از این است که من میگویم. کار راهنمایی چیه؟ کار هدایت چیه؟ تأمین اختیار. اگر شما اختیار نداشته باشید، اختیار به شنیدن، اختیار به گفتن، اختیار به اطاعت، اختیار به تمرد، اگر شما در معرض هدایت قرار میگیری و اختیار نداری، این هدایت به چه دردی میخوره؟ پس فلسفه وجودی بشر که خدا به بشر تعلیم قرآن داده در سوره رحمان، یعنی میگه انسان رو با جمع جمیع آیات خدا نهادینه در بطن او و در سینه او قرار داده، تذکار با آیات الهی رو. در سوره الرحمن میگه جز این میگوید یا رحمان علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. مگه این بیان قرآن نیست؟ خب این قرآن رو در سینه همه نهادینه کرده. قرآن منظورم این مقوا و چارگوش و اینها نیستان، جمع جمیع آیات الهی در وجود آدم هست. علم کل اسماء رو به آدم داده، استعداد به آدم داده، عالم رو در امانت تسخیری بشر قرار داده. پس هم استعداد داده، هم عقل داده، هم امکان داده، هم قدرت تسخیر داده، هم علم به قرآن داده و هم علم به کل اشیاء و اسماء داده. بالاتر از همه عقل و اراده داده به او. بعد او رو هدایت میکنه، بعد مسئولیت داده، بعد تشویق میکنه، بعد مجازات میکنه. همه این سیستم آفرینش آیا بر مبنای این نیست که بشر از اراده خودش استفاده بکنه و خودش رو مورد هدایت قرار بده؟ چطور میتواند که قرآن کتاب قانون باشد وقتی که همه این موازین رو قرآن زیر پا بگذارد؟ خب این کتاب دیوانه است اگر چنین کاری بکند، که تو آمدی علم کل اسماء رو به بشر یاد دادی، عالم ممکنات رو در تسخیر امانی او قرار دادی، علم کل آیات الهی را یک جا در سینه او نهادینه کردی، عقل و استعداد و توان به او دادی،
مسئولیت به او دادی، مکافات و مجازات برای او در نظر گرفتی و باب هدایت رو برای هدایت او گشودی، هدایتی که باید منطقاً بر اساس وجود اختیار باشد. جز این است؟ چطور قرآن میتواند محدود بشود به کتاب شریعت 1400 سال پیش؟ همین موضوع نداشتن شریعت در قرآن موضوع دیگری رو به وجود می آورد، جنایت دیگری رو به وجود می آورد که قرآن احتیاج به شریعت سازی دین سازها داره و اساس اجتهاد و فتوا و ولایت و وجود روحانی و عالم و این مزخرفاتی که میشنوید، همه اینها بر این مبناست که وقتی با قرآن مواجه میشن، قرآن درش جزئیات قانون دیده نمیشه. اون وقت این مکتبهای کفر و شرک در کنار توحید قرآنی به وجود آمدن، میگن آقا این کتاب که کامل نیست، راجب نماز چی نوشته؟ هیچی. راجب زکات چی نوشته؟ هیچی. راجب خمس چی نوشته؟ هیچی. انفاق چی؟ هیچی. 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 پس همه اینها قرآن هیچ قانون نداره، پس کتاب بی خودیه. بیا ملا جان بشینیم من و تو با هم قانون وضع کنیم برای این کتابی که قانون درش نیست، پس کتاب ناقصه. قرآن میگه نه، من قانون درم نیست ولی اکمل هستم. چرا؟ چون ظرف قانون رو به تو تعلیم میدم. و این در سوره جمعه که برمی‌انگیزد، او برانگیخت از بین امیین و از بین خود شما یک کسی مثل شما رو که یتلو علیهم آیاتهی، یه تلاوت کند، باز خواند، ابلاغ کند بر مردم آیات الله را، که این آیات الله کاتگوریکلی شامل چند باب می شود، چه کارهایی می کند، مقصد این آیات چیست، 6200 خورده آیه نازل کرده که چه کند. در سوره جمعه در یک عبارت کوتاه به مأموریت و مسئولیت قرآن برای همه زمانها تا ابد این سه مأموریت رو حاکم بر بشر و حاکم بر راهنمایی برای بشر قرار میدهد. یتلو علیهم آیاتی، که چه کند این تلاوت، که یعلمهم، نه یحکمهم، نه تحکیم کند بر آنها، تعلیم کند بر آنها. قانون رو تعلیم نمی کند، اصلا قانون رو تعلیم نمی کنند. اصلا قانون تعلیم دادنی نیست، تعلیم مال مدرسه است، تحکیم مال محکمه است. قرآن راجع به تحکیم حرف میزنه یا راجع به تعلیم؟ یتلو علیهم آیاته، آیات خدا رو بر مردم تلاوت کند که چه بشود. شما حتما با قرآن آشنا هستید دیگه، یعلمهم الکتاب ول حکمه. آیا گفته یو حکم اومل کتاب، کتاب رو بر اونها تحکیم کند یا کتاب رو بر اونها تعلیم کند؟ تعلیم با تحکیم تفاوت داره یا نداره؟ یکی مبتنی بر اختیاره، یکی سالب اختیاره. قرآن شرعیاتی نداره که در زمان تغییر بکنه، شرعیات قرآن به شورا وابسته است و شورا به بیعت و به توکیل مردم. تشکر میکنم از سؤال بسیار عالمانه ای که مطرح فرمودید و امیدوارم که پاسخ برای شما کفایت داشته باشه. در آینده هم اگر مطلبی به نظر حضرت عالی رسید که باید گفته بشه در خدمت شما هستم. جناب
هزاری بود که راجع به ترجمه سوال کردن. بهار افغان، قبل از اینکه مطلب خانم بهار رو بخوانم میخواستم به این موضوع اشاره بکنم که جناب عبدالاحد که گاهگاهی هم در این برنامه ظاهر میشن، ایشان مشغول مراحل آخر انتشار ترجمه تشریحی قرآن در حد متوسط، نه ترجمه کامل است که کوتاهی ترجمه باشه، نه مثل تشریحات من طولانی و غیر قابل تسلط است، در حد معقول قرآن رو ترجمه کردن به 3200 صفحه در 16 جلد و فکر میکنم به زودی به بازار میاد، و در کنار اون 1000 از لغات ریشه‌ای قرآن رو با اتکا به زبان انگلیسی و فارسی با استفاده از همون لین ویلیامز لکسیکان تهیه کردن که به نظر من حالا ترجمه قرآنشون به جای خودش، ولی اون کاری که کردن یک کاری است که در جهان تا به حال انجام نشد و من خودم منتظر هستم که منتشر بشه. اون 1000 لغت که به دست شما برسه، شما با هر معلوماتی با قرآن عربی با اون دیکشنری که در اختیار شماست قرآن رو میفهمید، چون تمام لغات قرآن به ترتیب در اون دیکشنری جا گرفته و دوستانی مثل جناب آذری هم قادر خواهند بود بدون اینکه زبان عربی بدانند قرآن رو بفهمند، یا لااقل اشتباهات ترجمه رو بفهمند و محاکمه کنند. اگر از روز اول ما این کار کرده بودیم، این مترجمین مثل قارچ از زمین بیرون نمی آمدند. یک نفر ول نمی کرد، یک نفر هست مترجمی پرسید که این لغت رو از کجا پیدا کرد، اینجا گذاشت. مثلا در همون سوره نسا که آقای ببری بودن یا آقای رفیع زادی یا آقای دیگه، در اونجا میگوید که در ترجمه که قانت یعنی زنانی که فرمان بردار شوهرانشان هستند، کفر، شرک و دروغ از این بزرگتر نمی شود. توهین به خدا، محاربه با خدا، بی آبرو کردن اسلام و قرآن از این خطیرتر و خطرناکتر نمی شود. این قرآن ترجمه است دیگه، تذکر هم داده شده به همون شخصی که اشاره فرمودید، به فرزندشون، که این ترجمه ای که از پدر شما رسیده، چون ترجمه مال ایشان نیست، مال پدرشونه، این ترجمه غلطی که از پدرتون به شما رسیده، الان که شما حافظ و وارث اون هستید اصلاحش کنید. گفتن حالا وقت ندارم، حالا بعدن میکنم، حالا بعدن نمیکنم. همینطور ترجمه باقی مانده. در صورتی که در همون سوره نساء همین ایشون ترجمه کردن که زنان رو بزنید، بعد تو پرانتز آرام بزنید، بعضی ها ترجمه کردن که با پر مرغ بزنید. آخه شما رو ببینید، با قرآن باید این شوخی ها رو کرد؟ اون هم کسی که خودش رو در مقام مترجم انقدر نزدیک به قرآن نشان میده و قرآن رو به بازی بگیره، قرآن رو به شوخی بگیره، قرآن رو با پر زنتون رو با پر بزنید. شما اگه دشمن قرآن بودید چطور قرآن رو ترجمه میکردید؟ این زن باید کتک بخوره یا نخوره؟ اگه قرار کتک بخوره با پر کتک بخوره که چه اتفاقی میفته آخه؟ منطق تو مترجم کجاست؟ آیا این سلب غرض نیست؟ غرض چیست که زنو بزنن که چی بشه؟ هر چه که هست
هدف از کتک زدن با پر انجام میشه که پر رو بمالید به تن زن بگید بیا اینم کتک خوردنه، یعنی تنبیه میشه زن. قرآن میگه اگه زن ناشزه شد و تو ترجمه میکنی که ناشزه یعنی نافرمان نسبت به شوهرش، 180 درجه دروغ و اشتباه. اگر قرآن چنین چیزی نوشته باشه همه باید ترک قرآن رو بکنن، که در قرآن نوشته باشه شما از شوهرت باید اطاعت بکنی، یعنی زن از شوهرش باید اطاعت بکنه. اون وقت در سوره فاتحه شما در مقابل خدا میستی میگه غیر از تو من از هیچ کس اطاعت نمی کنم، بعد خدا میگه نه از شوهرت اطاعت کن. مثلا اگه شوهرت گفت برو شغل فاحشگی انتخاب بکن، حکم قرآن دیگه استثناء هم نداره، برو فاحشه شو. چرا؟ چون شوهرت گفته. این خدا و این قرآن رو تو میپذیری؟ ما احتیاج به یک خانه تکانی مغزی داریم در ارتباط با دینمون، در صورتی که در اون آیه میگوید که زن قانت زنیست که برای حفظ ناموسش از قانون خدا اطاعت میکنه، نه از قانون شوهر. حالا اگه قانون شوهر هم قانون خداست فبه المراد، ولی از شوهر اطاعت نباید بکنه زن، از خدا باید اطاعت بکنه. خب به مردها خیلی گران میاد دیگه، یه جوری سر این آقاسی رو باید بکنن زیر خاک، خیلی پر رو شده، نیست؟ شده واقعا پر رو. جهان از دست دروغ های شما خسته شده. وای بر ما، وای بر ما، وای بر ما. در اینجا مرقوم فرمودن جناب مشفقی که پیامبر گفته محمد، حضرت محمد ظهور می فرمایند، مسیح گفته و می فرمایند برای هر ملتی چنین چنان است. بعد ادامه دادن اون پایین که حضرت محمد ظهور می کند و بعد حضرت محمد می فرماید که حضرت محمد می فرماید که کو این حضرت محمد ظهور می فرماید که هر برای هر امتی اجلی است، حضرت محمد، و به ظهور حضرت قائم مهدی موعود وعده می دهند. من از حضرت عالی که به نظر می رسه آدم مسئول و موقری هستید احتراماً تقاضا می کنم که بفرمایید که این اجازه نامه رو و این وعده نامه محمد رو، حضرت محمد رو، پیامبر محمد رو، رسول رو، این رو از کجا پیدا کردید شما و سند شما چیست؟ آیا این سند قرآنی است یا سند حدیثی است؟ اگر سند حدیثی است که مربوط به این محمد نمیشه، حدیث مربوط به محمدی می شود که من اون محمد رو نمی شناسم و اگر هم می شناختم برای او هیچ حرمتی قائل نبودم. محمدی که می ایستد در مقابل خدا و می گوید من از این جهان می روم و شما رو با دو ارثیه به جا می گذارم، از کتاب و سنتی، اون محمد مشرک رو من قبول ندارم. باید تیرباران بشن، بیاید تیرباران هم کنید. سنگسار بشن، بیاید سنگسار، هر کاری میخواید بکنید. اون محمدی که از او حدیث ثقلین به جا مانده، من اون محمد رو مشرک میدانم. من حمید میرزا آقاسی محمدی را که حدیث ثقلین رو ذکر کرده باشد مشرک میدانم. خواهید ضبط کنید، پخش کنید این طرف و طرف نوارهای منو، زحمت نکشید تکه تکش کنید، همین کامل گفتم بگیرید پخش کنید و همه عواقبش رو هم تحمل میکنه. کجا گفته محمد که امام زمان ظهور میکنه؟ این توهین و افترای به حضرت محمد است. تا
در قرآن گفته یا امام زمان ظهور میکند؟ کجای قرآن گفته به من نشان بدید؟ در حدیث گفته؟ من حدیثی نیستم و هنوز شرافت قبول دین حدیثی پیدا نکردم. جناب دهخانپور می نویسند 99% از این افراد قصد آموزش یا صرف سوال ندارند، چون منافع تجاوز و آیدیشان را از قرآن برهم می زنند، چنین فحاشی می کنند. و در هر حال اگر ذره ای از قدرت تعقل و تفکر در وجود چنین افرادی باشد، می توانند مطالعه و تحقیق کنند تا بفهمند لینک وبسایت ریشه شناسی کلمات قرآن برای تحقیق در مورد معانی ریشه ضربه http://www اینجا نوشته برای کسانی که نمیبینند و میشنوند. فقط قرآن استادی او ببخشید اسم لینکش هست studyquran.com.uk. همینقدر بزنید اون سایت باز میشه، studyquran.com.uk. مال عربستان اینجا هم نیست. این مؤسسه وابسته به دانشگاه آکسفورد انگلیس هست. در اونجا ملاحظه بکنید که راجع به ضربه چی نوشته دیگه. من و شما چرا با هم دعوا کنیم؟ چرا به من میگید شیاد؟ چرا اینقدر بی تربیت هستید آخه؟ چرا اینقدر نفهم هستید؟ شما قبل از اینکه بتوانید امرتون رو ثابت بکنید این اتهام رو میزنید. شما لابد اونم قبول ندارید. یک پدر و پسر 80 سال 80 سال دو جنریشن وقت صرف کردن و این دیکشنری یا این فرهنگ لغات رو استخراج کردن. در اونجا نگاه بکنید ببینید ضربه چه معنی میده. بعد اگر دیدید که اشتباه میکنید، انقدر شرافت داشته باشید که تو همین سایت تشریف بیارید و عذرخواهی کنید. عذرخواهی کنید که آدم بشوید، به تعالی برسید. ضمناً دعا کنید که من هم آدم بشوم. جناب قدری می نویسند خداوند رب العالمین است، خدای همه زبان هاست و به قول محمد بلخی گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن، مصلح تویی تویی ای سلطان سخن، مصلح تویی تو ای سلطان سخن. و بفرماید که سند ارائه لغت رو نمیتوانم بخوام، در کجای قرآن گفته که این کتاب برای عرب است یا عجم؟ قرآن برای بشر است. جناب تیمور شاه علیمی یا عالمی، هر دو قشنگه البته، تشکر میکنم از اینکه مشارکت کردید و شیر کردید برنامه رو. جناب ناصح نادری، عشر همه ما با خدا باشد انشاءالله. جناب زهره ظریفی شعر کردند. جناب نادری به جناب راسخ توفیقی، هدف همان نکاتی بود که در مورد وضوع اشاره شده بود.
جناب جواد رحمانی، برادر گرامی آقای باربی، سلام. اگر اجازه جناب عالی باشد، تجربه خودم رو در ارتباط با سوال شما با شما شریک سازم. من هم بر اساس فرضیه های نادرستم نتیجه گیری های نادرست می کردم. مثلا همین سوال شما را از خودم می پرسیدم، اما بالاخره با تجسس دریافتم که خدای محمد عکس خالق است که در قلب او من و شما و همه انسان ها وجود دارد، که در اثر تزکیه درونی در آینه قلب ما تجلی می کند. یعنی هر قدر عکس خداوند در قلب ما زیادتر تجلی کند، به همان اندازه ساختار نفس در نهاد ما شکسته و نابود می شود. هرگاه نفس درون ما بمیرد، نیروی شیطانی هم از ما دور می شود و بالاخره به جز نیروی خدایی چیز دیگری باقی نمی ماند. خداوند در بیرون نیست، توجه می کنید؟ خداوند در بیرون نیست و تهدید نمی کند. اعمال خود ما بر اساس قانون خدا باعث به وجود آمدن بهشت یا دوزخ می شود. ملاحظه میکنید؟ اعمال خود ما بر اساس قانون خدا باعث به وجود آمدن بهشت یا دوزخ می شود. مولانا در این باره غزلیات زیاد نوشته است در زبان انگلیسی. cosmic consciousness در زبان انگلیسی به خود آگاهی درونی گفته می شود. امیدوارم نوشتم قابل فهم باشد. شما لطفاً گوگل کنید، می توانید مطالب زیادی در این مورد در اینترنت دریافت کنید. جناب توفیقی می نویسند بنده واژه‌ای به نام وضو در قرآن ندیدم. جناب دهقان پور می نویسند جناب مشفقی، در مورد مذاهب به این بیت توجه کنید: جنگ 72 ملت همه را عذر بنه چون ندیدند حقیقت راه افسانه زدند. تشکر میکنم از ماریا وکیل، برنامه را شیر کردن، سپاسگزارم. استاد توفیقی می نویسند تکلم خدا و ایتهای آیات تنها مخصوص اهل علم و کسانی است که در قاموس قرآن بشر نامگذاری شدند، نه انسان، که در قرآن دارای صفت مذموم ظلم، جهل، کفر، خیانت، یأس و غیره است. جناب حسن دشتی، فرح امین، ناصر ابراهیمی، همه اینها برنامه رو شیر کردن. رخسانه عزیز برنامه فارسی رو به پشتون ترجمه کردن برای دوستان پشتون زبان ما. جناب منصوری، نجیبه منصوری هم با ما هستند. مریم پهلوان میگوید که آقای دکتر عصبانی نشوید، ما شما را حالا برای حفظ قرآن لازم داریم، زنده باشید. جناب سید امیر هاشمی، very nice. جناب میر احمد خالد اکبری، درود بر شما نور چشم عزیز، بصیر سیفی و راستی امیرال. جناب رخسانه به ترجمه ادامه میدن. دکتر علی آریافر میگوید که سوالی که در وجود من است و مرا ترک نمی کند این است که ایرانی ها که ذاتاً
ریشه آیین زردشتی را دارند و بر اصل نوشته های غربی ریشه مذاهب تک خدایی یعنی یهودیت، مسیحیت و اسلام بر مبنای فلسفه بر اساس ریشه مذاهب تک خدایی همه اینها بر مبنای فلسفه زردشتی می باشد، بایستی دین اسلام را که با آنها تحمیل شده به کار بگیرند. ممنون از روشنگری جناب‌عالی برای توضیحاتتون در این مورد که سوال بنده است. به نظر من جناب دکتر موضوع توحید و شرک در اینجا مطرح نیست، موضوع اقتصاد مطرحه و منافع اقتصادی اینطور ایجاب میکنه که الان اتحادی بین زردشتی ها و یهودی ها از یک طرف و اتحاد بین یهودی ها و مسیحی ها از یک طرف دیگر در مبارزه با تئوری های اسلامی و بی اعتبار کردن تئوری های اسلامی یک جنگ سیاسی است و ریشه اقتصادی داره. به هیچ عنوان یک کار علمی نیست که ما بتوانیم از نظر منطق و استدلال توجیه کنیم که چرا این کار میکنن یا نمیکنن. کاملا یک موضوع 100% اقتصادی است و منافع نفتی و اقتصادی، ایجاد جنگ های مصنوعی، صلح های مصنوعی اصلا ارتباطی به دین نداره. و موضوع جنگ بین ملیت و مذهب و جنگ بین ایرانی ها خیلی به نظر من پترن کار خیلی روشنه، همین کاری رو که در افغانستان کردن. الان در افغانستان دو نیرو حاکمه، یکی تفرقات عشیره‌ای و طایفه‌ای و یکی تفاوت‌های مذهبی که در اونجا وجود داره. یعنی از این دو عامل بهترین استفاده در افغانستان شده. تمام این افغان‌ها با هم در حال جنگ هستن، یا سر دین یا سر طایفه، یا سر دین یا سر طایفه. و اصلا شما ببینید که مأخذ علمی دارن اینها که پشتو با غیر پشتو در حال جنگ لغوی، جنگ طایفه‌ای، جنگ تهدیدی است، که زبان من بهتر از توه. زبان آخه چیزیست که بهتر باشه یا بدتر باشه. حالا دین رو میگیم یه چیزای غلط و اشتباه داره، زبانی که صحبت میکنن با هم محاوره میکنن، زبان خوب و بد داره، زبان تو زشته، زبان من خوبه. تا جایی که یکی از پروفسورهای نامداری که من باش مصاحبه‌ام کردم، این زبان عربی مقدسه. گفتم آقای پروفسور 200 نفر تا حالا از زیر دستش دکترا گرفتن، میگه زبان عربی مقدسه. اعتراضم که بهش میکنی مصاحبهشو قطع میکنی، میگه برو دیگه مصاحبه نمیکنم. ریشه اقتصادی داره، ریشه اقتصادی داره. جناب بنیامین صادق گرامی، سلام، آن سایت را اگر امکان دارد مجددا بیان نمایید. جناب دهخانپور لطف کنید و دو مرتبه اون آدرس رو، لینک رو بگذارید توی این نوشته ها که دوستان بتوانند دو مرتبه او رو ببینند. شما اگر یک کمی بالا و پایین برید روی این میبینید خودتون، ولی حتما آقای دهخانپور هم برای شما دو مرتبه ارسال میکنه. جناب توفیقی می نویسند قرآن مبین
مایه هوشیاری برای آن کسی است که او حی است و با حی قیوم پیوستگی دارد، با غیر او گسستگی. جناب آصف کیانی، غیرت قرآنی و تدبیرتان و تفسیر عالیتان از قرآن قابل تمجید و تحسین است. وجود مبارک جناب عالی هم که این تشخیص رو میدهید، نه من رو، کار من قابل تمجید نیست، کار خدا قابل تمجیده که چنین نعمتی مثل قرآن به ما داده. و این کمترین کاری است که ما میتوانیم بکنیم، یعنی احقاق حق بکنیم و حق رو بگوییم بدون اینکه ترسی داشته باشیم. در دل آتش به فکر صلح و آرامش باشیم. جناب اشکان عالی نژاد، روز معلم بر شما مبارک، زنده باشید. جناب علیزاده میگویند استاد گرامی، وقتی خدا در قرآن میفرماید که من کل قرآن رو در قلب هر انسان قرار دادم، پس هر فرد هر جای دنیا و هر زبانی که باشد کافی است به قرآنی که خدا در قلبش نهاده مراجعه نماید. قرآنی به زبان مادری خود او، خود آن فرد. این قرآن کاغذی و ظاهری به زبان عربی آورده شده، در حالی که هر فرد در هر جای دنیا به زبان خودش قرآنی در قلب خود دارد، کافیست با آن قرآن مراجعه کند. حامد دهخانپور بار دیگر لینک مورد تقاضای افرادی رو که این رو لازم دارند دو مرتبه در اینجا قرار داده. یکی از معانی که حامد دهخانپور یافته، ترجمه انگلیسیش رو، ضرب، going from place to place، رفتن از جایی به جایی، go به معنای رفتن، make a journey مسافرت کردن، travel سفر، turn away روگرداندن. مجموعه فاصله قائل شدن و رو برگرداندن، distancing and turning away، فاصله گرفتن و رو برگرداندن، هر دو. یعنی فاصله که میگیری فاصله ای نباشه که مثل قوچ که عقب نشینی میکنه. قوچ هم فاصله میگیره، آقا فاصله میگیره، هرچی قوچ دورتر بشن، دوتا گوسفند که نر میخوان با هم شاخ بازی بکنن، جنگ بکنن، یعنی اگه خیلی دور برن وقتی میخورن به هم یکیشون میمیره. هر چقدر فاصله میگیرن برای ضربه بیشتر فاصله میگیرن. یعنی ما فاصله برای ضرب هم داریم در زبان عربی، ولی در این معنی که همین دیکشنری بیان کرده، فاصله یعنی هم دیستنت میکنند، دیستنس قائل میشن، و هم ترنوی میکنن، روی بر میگردانن، یعنی هم دور میشه ازش هم جدا میشه، نه اینکه فاصله بگیره که بپره بهش درست بزنتش، رو بر میگردانه و بره، فاصله بگیره و دور بشه. به بیان دیگر میدونید وقتی که تعصب جلوی چشم آدم رو میگیره و دین تبدیل به یک اسلحه سیاسی و اقتصادی میشه، اون وقت این فضاحت ها به بار میاد.
ویدا امان میگوید که آقای آقاسی، من دوست دارم که ترجمه شما رو از قرآن بشنوم، ولی خیلی مشکل هست برای من که بفهمم بسیاری از لغاتی رو که شما استفاده میکنید. آیا هیچ امکان دارد که شما بتوانید که لغات ساده تری رو در فارسی استفاده کنید برای ما که مشکل داریم در فهم شما؟ چشم، من شما یک لطفی بکنید خانم امان، و هر وقتی که من این پیشنهاد شما رو فراموش میکنم و مشغول صحبت‌هایی میشم که لغات ثقیل به کار میبرم، شما به عنوان یک همکار جدید ما دو خط بنویسین که یادت باشه الان حروف ثقیل به کار میبری، و من سعی میکنم که تعدیل کنم و امرتون اطاعت میکنم. جناب آصف کیانی می نویسند که نظرتان راجع به تعبیر و برداشت دکتر سروش از قرآن چیست؟ ایشان قرآن رو رویاهای رسولانه می دانند. آیا این نوع تفسیر مغایر با متن قرآن نیست از نظر شما؟ توضیح خواهم داد. خیلی در گذشتم چندین و چند بار راجع به این موضوع صحبت شده. برای اینکه پاسخ کوتاه داده باشم تا بعدا توضیح بیشتری بدم، مورد قبول من نیست، ولی اجازه بدید که دلایل خودم رو هم انشاءالله در یک نشست دیگر، شاید امروز شاید وقت دیگه، توضیح بدم برایشون. جناب رویا بهدار برنامه رو شیر کردن. ویدا امان میگوید که حتما، و تشکر میکنم برای اینکه موضوع مشکل و مورد نظر من رو توضیح دادید. در یکی از آثار مولوی همین تقاضای ویدا امان رو مولوی مطرح میکنه، منتها ما فراموش میکنیم نصیحت او رو. میگوید که ای سلیمان در میان زاغ و باز، میگه وقتی که با کلاغ و با عقاب، هر دو پرندن دیگه، ای سلیمان در میان زاغ و باز حلم حق شو. حلم یعنی حوصله، تحمل، چون دیگه ما الان مشتری نیمه فارسی نیمه انگلیسی داریم، باید خیلی دقت بکنیم که کلمات واضح باشه که مفهوم بشه قبل از اینکه رد بشه یا قبول بشه. حق دارن که بفهمن که شما چی میگین، قبول میخوان بکنن یا رد بکنن. یه خورده کار ما مشکل تر شد. ای سلیمان در میان زاغ و باز حلم حوصله، تحمل، صبر، حلم حق شو. خدا خیلی حلیم، خیلی صبور. حلم حق شو، با همه مرغان بساز. مرغ جبری را بیان جبر گو، مرغ پر اشکسته را از صدر گو. میگه یک مرغی که راجب جبر و اختیار و این حرفا صحبت میکنه، با اون جبری صحبت بکن، دیگه فلسفی صحبت. ولی اون کلاغی که بالش شکسته کنار گوشه ای افتاده با بالش شکسته، دیگه نمیتونه پرواز کنه، همه عمرش اون بالها پرواز میکنه، حالا گوشه یک خرابه ای افتاده، فقط دیوار خرابه میبینه. با این که پرش شکسته صحبت فلسفه
جبر و اختیار که شما اختیارن افتادی بال شکست یا جبرن افتاد. این سو فرصت این کارها رو نداره. با این اگه میخوای حرف بزنی، اگه میخوای که این ارتباط و کامیونیکیشن برقرار بشه، با این راجع به صدر صحبت بکن. این اونجا رو دلتنگه براش، آسمانی رو که نمیتونه الان بره دلتنگه، از اونجا براش تعریف کن تا بتوانی با این پیوند ارتباطی به وجود بیاری، تا بتونی بین خودت و او. حالا این خانم ما رو مجبور کردن که گاهگاهی لغت های انگلیسی هم بگیم که راحت بشیم، چون فارسی ساده ممکنه من نتوانم، ولی خب یکی دو تا اشاره به زبان انگلیسی میکنیم. حالا یکی دی دیگه ایراد میگیرن که چرا این کار میکنیم. به هر حال یک نوعی ارتباط تماس ذهنی بگیرن، یک نوع intellectual connection برقرار کنن با کسی که میخوان باش حرف بزنن. با کلاغ اگه میخوای حرف بزنی بال شکسته، راجع به زیبایی های آسمان باش صحبت کن. با اون یکی پرنده که راجع به جبر و اختیار صحبت کن، جبر و اختیار صحبت بکن. با هر کس به زبان خودش. ولی قبول بفرمایید که جناب ویدا که در یک شبکه‌ای که خیلی بیننده مختلف طبقات مختلف داره، ارتباط ذهنی با همه اینها خیلی کار سختیه. جناب رخسانا، بله، ترجمه به زبان پشتو میکنن برای دوستان پشتو زبان ما. از بینندگان ارشمند تقاضا دارم که دقایق کوتاهی اتاق فرمان اگر موافق باشید به ما تنفس بدید، باز میگردیم با بینندگان خواهیم بود.